Τόλε αγάπητο, ότι γυρίφτε. Όχι καρέ. Η ώρα κελκατε, πάσο, σότκατε. Όμω είναι και ομαδέν την καυτορή ομαδική μικρή. Τα background μου, κάσμα και πινιντό, γιατί στα μοσό μου έκανα το σάκο, πολλέ το ήτσεζό. Ανέ, κολλάν, μπαμού, τα τζιζό το όνομα την εμρού. Βάλε, βάλε, ω, μπαχά, ενσόλα, εμρού, η φτωρίδα, ενσόλα, τα δάσει οδιών μικρή. Σου μόνο μου, όπω είναι, μπαχά. Σαλαμάτ, μπαχά, τα σακόρ, μπισόρ, τα μικρή του. Τρώνε παιόμπα, παιόμπα ρα Μοχάμαρ, μπαρ ούτρου ραχμάρ. Αριφός γιώτας τέλος. Ο ζωδιόμ γρεφτένει ανή φακάτ. Ναι, αλλά δεν κάνω ζωδί. Να γρεφτέμ, ναι, χωρίς μου ζωτ καταλαβαίστεμ. Βισόρ χωπ. بهار آمد، بهار شادمانی، بهار گل به بلخ باستانی، به هر جا بنگری گلهای لاله، به دشت شادیان گل ارغوانی. بیا در بلخ به میله گل سرخ یک ما کردم خانه تکانی. برایت میوه هفت‌سین دارم، سمنک پخته من یار جان. بیننده های عزیز خوب نازنین، سلام علیکم. امید که جور و ساعت و سر حال باشید و شما را به یکی از گزارشات دیگه ما خوش آمدید میگم. سال نو، بهار نو، یک زندگی نو، روز نو و تمام شما عزیزان از صمیم قلب تبریک میگم و امیدوار هستم که یک سال مملو از دستاورد، یک سال مملو از خوبی و خوشی و آسایش داشته باشین و روزهایتان به خوبی و خوشی سپری کنین و واقعا یک سال باشه که شما در سال بعدی بگوین که سال 1403 هجری شمسی واقعا سال خیلی خوبی بود. خب بیننده های عزیز، آمدیم به دشت شادیان، یکی از بزرگترین تفریحگاه های شهر مزار شریف که وطندارای ما بلخیان و وطندارای دیگه ما از دیگه ولایت به خاطر سبزلغت، به خاطر دیدن گلهای لاله میاین به دشت شادیان و دشت شادیان میزبان هزاران تن میباشد. ما هم آمدیم اینجا تا گزارش پیرامون بهار نو، سال نو، وطندارای ما در که آمدن از اینجا دیدن کنن گزارش تهیه کنیم و ویدیوها و تصاویرشان را به تصویر بکشیم تا شما خوبانه که در داخل کشور و یا هم خارج از کشور هستین از فضا و صمیمیت و دوستی و برادری و برابری و امنیت و صلح و آرامش که در مزار شریف پابرجاست دیدن کنیم. ما هم آمدیم که صحبتای داشته باشیم امرای مردم که اینجا آمدن گیم بازی میکنن، بعضی بازی های ملی و محلی میکنن، ما امرایشان صحبتای می داشته باشیم و تا آخرین دقایق برنامه حتما ما را فراموش نکنید و از پشت گوشی هایتان و یا هم تلویزیون هایتان از هر جایی که ما را تماشا میکنید دور نشین و تا آخرین دقایق امروز ما، تا آخرین برنامه امروز ما، گزارش امروز ما، ما را همراهی کنید، با ما باشید. وطندارا دوباره شما را خوش آمدید میگم و بازم کنار وطندار دیگه ما که اینجا شیشته بودن مصروف جور کردن گودی پران بودن ما میشینم کنارشان امرایشان صحبت های داشته باشیم به اجازه تان همینجا بیشینم. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ وقتتان بخیر. شما خوب هستین؟ چی حال دارین؟ تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده که تصویری ما را میبینن. امیدوار هستم روزه رمضان به خوشی و به خوبی سپری کنیم. سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. بر علاوه ما سال نو، بهار نو از صمیم قلب به شما تبریک میگم. ما سال نو و بهار نو بر شما و بر تمام هموطنای ما چی داخل افغانستان هستن چی به خارج از افغانستان هستن از طریق چینل شما برشان تبریک میتونم. سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. خوب است که یک بار خود معرفی کنین، نامتان بگوین، از کجا آمدین اینجا و دشت شادیان آمدین، دفعه اولتان است آمدین، البته در این روزایی که سال نو است چطور ارزیابی کردین مردم بیروبار و ما اسم ما وحیدالله سمدیار است، باشنده شهر مزار شریف هستم. معمولا روزای رخصتی ما میمدیم دامنای کوی شادیان کاغذ پرانی میکنیم، قسمی که شما میبینین چندان کاغذ پرانای ما مازاد شدن و دیگه کاغذ پرانای دیگر هم آماده داریم که بخیر بالا بکنیم. همراه دوستا آمدیم. شما گفتین که چندین دانه گودی پران به باد دادین دیگه رفتن، چند تا گودی پران آوردین شما؟ ما گودی پران زیاد آورده بودیم دیگه، آماده میسوزیم اونچه دوست دیگه ما رو هم هست و بلند کردن. امروز دیگه ما شوقی گودی پران هستم، زیاد شمال کمی تیز است، گودی های کلان دیگه بلند کردنش مشکل است. باز به خاطر گودی های خردترک انتخاب کردیم کمی، یعنی گودی های سه پارچه میگن دیگه، یعنی گودی ها رو بلند میکنیم ببینیم توکل به خدا
عریفا زیاد هستیم. آزادی هم گرفتین یعنی فقط؟ نه والا دیگه آزادی نگرفتیم دیگه، خودم آزاد کرده رستیم. بسیار خوب. خوب گذشته از دیگه پا سال نو است و بهار نو است، قسمه که بیندام میفهمن، شما هم میفهمین که سال نو از خود بعض چیزای آمادگی های از انانات و رسم رواج است که مثلا سمنک است و هفسین است و هفت میوه است، از این چنین آمادگی ها شما گرفتین؟ ما معمولا هر سال هم هفسین آماده میسازیم در فامیل، هم سمنک. امسال به خاطر از اینکه ماه مبارک رمضان است نتونستیم هفسین نوش جان کنیم، ولی برنامه شده داریم که بخیر روزای عید هفسین آماده کنیم و دیگه برنامه تجلیل از نوروز در فامیل بوده. بسیار خوب، یعنی به یک حساب یک تیر و دو نشان در عید و سال نو اردوش یک جای میگیره. والا دیگه این تصمیم دارم شخصا خودم که برای دوستا عوض میوید هفسین تعارف کنم برشان. خیلی خوب، خیلی زیبا دوستا دیگه لطف کنین بیاین خوش میشه. تشکر بسیار زیاد، شما سلامت باشین. تشکر از اینکه وقت تان با ما دادین و گودی پرانبازیتان موفق باشین دیگه و امید است که یک سال خوب و خوش مملو از دستاوردها و خوشی ها داشته باشین. بخیر باشین، سلامت باشین. این اگه علاقه داشتین بیاین باز همراه ما گودی پرانبازی بکنین که گودی ها زیاد از آسمان. شما سلامت باشین، شما گودی پرانبازیتان نکنین، ما بازم مزاحمتان خواهیم شد. تشکر بازم کردم گفتنین داشته باشین کمر دخل. بخیر باشین و بازم از طریق چینل شما سال نو برای تمام هموطنان ما که در داخل افغانستان هستند، در بیرون از افغانستان هستند تبریک میگم و همچنان پیش از پیش که عید گرچند چند روز زیادتر مانده، بازم عیدم همی یک فرصت خوب است. پیش از پیش عیدم برشان تبریک میگم، فرصت های خوب برشان بیاید از زندگی، برای شما و برای سایر دوستا با امید موفقیت همه. سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. خب بیننده عزیز، در کنار خود ما دو تا عزیزای خود داریم که اینجا آمدن و مدید مصروف گرفتن گودی های آزادی هستن. ما هم خواستم برمشون صحبت کنم که تا بال چند تا گودی گرفتن و کی هستن و از کجا آمدن. بیاین این طرف بچه ها، من نزدیکتر میام، شما از من میگریزید. بیاین نزدیک، بیاین. خب هستین بچه ها، چی حال دارین؟ بخیر هستین. اینه باندر دست برگی، اینه باندر دست چیز؟ اسم ما میلاد است. میلاد جان قندول، از کجا آمدی؟ از مزار شریف. از مزار شریف آمدی اینجا. در پولیتی بچه که کس ای کی هست؟ بیادرت هست؟ دوستت هست؟ چیت میشه؟ ای اسماعیل جان هست، بچه کاکای. بچه کاکای، فامیلی آمدین اینجا؟ بله. خب بسیار خوب. دیگه قسمه که میفهمی سال نو است، بهار نو است، سال نو به خودت تبریک میگم، من خودم تبریک میگی بفرما و بیننده ما سال نو تبریکی بده و بعدن گپای خود ادامه میدیم. خدا تبریکی میدی. بله. کم نزدیک بیاین. بچه‌ها من نزدیک میام، شما دور بینید. سال نو کلیگی مبارک باشه. سال نو شان مبارک باشه. سال نو شما بخیر باشین. بچه‌ها چی کردین در سال نو؟ کالای نو کردین؟ نکردین؟ فکر روشتان طرف گودی پرانای آزادی است. گفتم ما گپ بزنین فعلا. چی کردین سال نو؟ لباس نو کردین؟ سمنک خوردین؟ هفت میوه کردین؟ بله. چی کردین؟ چی نکردین؟ بگوین که ما بفهمیم. سمنک کردیم، کالای نو گرفتیم. دیگه چیکار رفتیم؟ کلش دیگه اف میوه چطور بود؟ خوردین؟ بله. مزه داد؟ بله. خودت هم؟ بله. سمنک هم کردین؟ بله. بسیار خوب. از این بگوین چند تا آزادی گرفتین بچه تا باله؟ دولی اگه هفت آزادی گرفتیم. باز چی کردین؟ اینو رو کل کردیم پس آزاد کردیم. این قسم. خود چند تا گرفتین؟ نه ما خود نگیدیم ما همی هفت تا. یک جایی میگرفتین از گودی پرانه را؟ هفت تا گودی پران گرفتین پس هر دوش هم فکر کنم که آزاد شد دیگه. حالا منتظر آزادی گودی پران هستی. خودتان گودی پران آورده بودین یا نه؟ آمدم این کوکایم شما آمدم در نمام داد با کل کردیم یک دو طرف برین برین. بیننده عزیز، بچه ها که هستن به خاطر گودی پران ها که هست فکرشان خیلی پراگنده بود، بخاطر که گودی پران های آزادی بگیرن دیگه خیلی خوش شدیم، امرشان صحبت کردیم و اون هم صحبت های خود داشتن دیگر. یک چیز جالب بیننده عزیز، من که متوجه میشم گودی پرانایی که اینجا آزاد میشن از گرفتن که زیادترش پاره میشه، بخاطر که عمو تعداد از جوانا که میدونن به سر یک گودی پران اور هر کدومش از یک شنگش کش میکنن دیگه خودتان میفهمین که وضعیت گودی پران چه رقم میشه. با ما باشید بیننده، صحبت می داشته باشیم با دیگران.
خب جمعی بودی برای آمدیم. خب بیننده عزیز، رد می شدیم که دیدیم دو تا دخترک قندول اینجا هستن همراه با فامیلشان. ما هم خواستیم بیاییم همراهشان صحبت داشته باشیم که نامکایشان رو پرسان کنیم که کی آمدن اینجا. سلام علیک. سلام. خوب هستی؟ خوب هستم. شکر که خوب هستی. نامکت؟ گوهر جان. خدا کت خوب هستی؟ خوب هستم. شکر که خوب هستی. نامک خدا چی؟ گلسم. گلسم جان قندول. گوهر جان و گلسم جان خوار هستین؟ با پدر جان آمدین دیگه دشت؟ دیگه سال نو تبریک میگم براتون. شما سال نو دیگه حتما کردین دیگه، هفت میوه و یه چیزا خوردین، کالای نو کردین یا نه؟ فقط آه. خودت کالای نو کردی به خاطر سال نو؟ تا مو کالای نو کردی؟ هفت میوه هم خوردی؟ خب بسیار خوب. کدام گفتنی یک داشته باشین، ترانه داشته باشین، کدام شعر داشته باشین و بیننده ما بگوین. همونطور قندول و سمندول بخوانین. ترانه چی رو بخوانم؟ هر ترانه که یاد داری، هر ترانه که خوشت میاد بخوان. ترانه پیغمبر. آفرین، بخوان ترانه پیغمبر. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه پیامبر، پیامبرم محمد بر او درود و رحمت، عبدالله پدر او، آمنه مادر او، دایای او علیمه با اخلاق و کلمه، خدیجه همسر او، فاطمه دختر او، صلی علی محمد، صلوات بر محمد. آفرین، ماشاءالله. این سمسی خوب و شعر میخوانی، تشکر. خودتان با ما یک ترانه میخوانی؟ پیامبرم محمد بر او درود و رحمت، عبدالله پدر او، آمنه مادر او، دایه او علیمه با اخلاق و کلیمه، خدیجه همسر او، فاطمه دختر او، صلی علی محمد، صلوات بر محمد. تشکر از توجه تو. تشکر از خودت قندولک. سلامت باشین، تشکر که صحبت کردین. دیگه روز خوب و خوش داشته باشین و نوروزتان هم مبارک باشه. بخیر باشین. تشکر از شما. سلامت باشی، خداحافظتان. تشکر بسیار زیاد. خب بیننده عزیز، دخترک قندول، گلسوم جان و گوهر جان بود که همراهشان صحبت کردیم و اجرای ترانهشان هم تقدیم شما خوبان کردیم و با ما باشید. خوب هستین؟ چی حال دارین شما؟ الحمدلله، سلامت بخیر باشین، زنده باشین. شکر که خوب هستین. نامتان، از کجا آمدین؟ مصروف کباب پزی بودین؟ من خواستم مزایم شم. نامتان رو بگین بیننده بشناسیدم. خواهش میکنم. نام ما عبدالرازق نوری هست. ما از شهر مزار شریف امروز آمدیم در اینجا. دیگه در یک از زیباترین منطقه شهر مزار شریف خواستیم که کمی تفریح بکنیم و یک افطاری زیبا اینجا آماده کنیم با دوستا بخیر ان شاء الله که افطاری بکنیم. بسیار خب رازق جان، شما آمدین اینجا دیگه حتما با دوستایتان آمدین. دوستا هستن، فامیل هستن، کی هستن برام یک بار بگوین. سلامت باشین. دوستا هستن دیگه، ما خواستیم از قرصایبا عزیز هستن، آمدیم دیگه که افطاری را اینجا بکنیم با دوستا دیگه، یک روز خوبی را داشته باشیم با ایشان. بسیار خوب. کباب کده رایستین و اونا هم دوستان هم پکه زده رایستن، بار اولتان هست یا قبلا هم کباب کده بودین؟ مسئولیت همیش بین اندیوالا مسئولیت شماست یا نه؟ ما خو کباب همیشه یک آنخ در چکرها که میریم دیگه، هم تو کباب آماده میسازیم. خب با کمک دوستا هست دیگه، با کمک دوستا میخوایم جور بکنیم میره کباب آماده بسازیم دیگه. نه ما قبلا هم همچون محفلای داشتیم، هم تو سفرها چکرهای داشتیم دیگه. در بسیار خوب. بسیار خوب، تشکر بسیار زیاد که صحبت کردین. شما سلامت باشین، انشالله که یک سال خوب و خوش پر دستاور در پیشروی داشته باشین. زیادتر وقتتان نمیگیرم، شما هم مصروف هستین. سلامت، موفق باشین انشالله که شما هم دیگه. تشکر، سلامت باشین، خدا. فصل بهار شروع زیبایی هاست و سرسبزی این فصل باعث نشاط روح و زندگی ما می شود. در فصل بهار دامنه ها سبز می باشد، صدای زیبای پرندگان به گوش می رسد و مردم خوشحال هستند. با ما هم آهسته آهسته به دقایق آخر برنامه نزدیک شدیم و قسمی که تماشا می کنین آمدیم به نقطه‌ای که نام خداوند جل جلاله، نام الله مقدس
نام مقدس الله جل جلاله اینجا نوشته شده بالای ایکو، و ایکو یکی از کوههای مشهور دشت شادیان است. ما هم خواستیم انانس ختم برنامه خود اینجا به شما عزیزان تقدیم کنیم. ای بود گزارش و برنامه امروزی ما پیرامون شروع سال 1403، شروع زندگی جدید، شروع سال جدید و بهار جدید که تقدیم شما خوبان و عزیزان کردیم. ایام به کامتان، لبخند به لبانتان، تا برنامه بعد، بدرود.